پیگفتار. قبول این که لایسیته یعنی استقلال دو اقتدار از یکدیگر و لازمه برقراری این امر فراهم آوردن اسباب استقلال روحانیت شیعه است، احتمالاً در نظر برخی از خواستاران جدایی غریب یا حتی غیر قابل قبول خواهد بود. ولی اگر انگیزه های این واکنش منفی را از نظر بگذرانیم، خواهیم دید که استحکام چندانی ندارد. بعضی صرفاً به دنبال ذلیل کردن روحانیت هستند، لایسیته را وسیله این کار تصور می کنند و استقلال گروه اخیر را مانع کار می بینند. البته در ظلم بی حدی که به دست اسلامگرایان بر مردم رفته شکی نیست و نباید از یادش برد، ولی باید در این خواستاری مجازات مسئولان از انتقام جویی آن هم به این شکل کلی اعتراض جست. ذلت مادی یا معنوی روحانیان به نفع هیچ کس نیست، چون همه به نوعی تاوان آن را خواهند پرداخت. ما در بهمن 57 بهای عقب ماندگی کلامی و سیاسی روحانیت شیعه را دادیم که طرح سیاسی فاسد خمینی را به طمع برتری اجتماعی پذیرفت و دنبال ایجاد حکومت فاشیستی رفت. ذلیل کردن و عقب نگاه داشتن روحانیت چاره مشکل نیست و فقط هم این گروه را تحقیر نمی کند، لکه خواهد بود بر دامان همه ایرانیان. هر بخش مردم مملکت که عقب مانده باشد وزنه ایست بر پا یک دو هر بخش مردم مملکت که عقب مانده باشند وزنه ایست بر یک دو هر بخش مردم مملکت که عقب مانده باشد وزنه ایست بر پای باقی که در موقعیت بهتری قرار دارند یا تصور می کنند که دارند. شاید این حرف از سوی کسی که طرفدار جدی لایسیته است برای برخی که تصوری ساده از این مشی فکری دارند عجیب جلوه کند، ولی لایسیته نه خفیف کردن دین است و نه خفیف کردن روحانیان و نه خفیف کردن مؤمنان. جدایی است به معنای استقلال از ورای ترسیم مرز معقول. روحانیت هرچه باثبات‌تر، فهمیده‌تر، پیشرفته‌تر، منظم‌تر، سازمان یافته‌تر و مستقل‌تر باشد، هم به لایسیته کمک می‌کند و هم برای کل کشور بهتر است. تصور نکنیم که فقط ما، حالا این ما هر گروهی باشد، در کل مملکت گل سرسبدیم و دیگران چیزی به حساب نمی‌آیند. نباید دیگران را پست خواست و پست کرد، چون دامان همه به این پستی آلوده خواهد شد. کافیست به اطراف ما نگاه کنیم، کدام کشور پیشرفته است که روحانیتش عقب مانده باشد؟ و اگر ترتیب معقول کاری نیست، چرا ایران باید از دیگر کشورها مستثنا گردد؟ میدانم که پذیرفتن این حرفها در حال حاضر مشکل است، ولی باید به فکر آینده مملکت بود. از آنجا که اجرای این برنامه مربوط است به بعد از براندازی، احتمالاً تا زمان اجرایش آتش خشم و آتش انتقام روی مردم قدری فروکش خواهد کرد و فرصتی برای عمل خونسردانه فراهم خواهد آورد. ولی در هر صورت حرف درست را باید از همین حالا زد تا ذهن مردم آماده شود و دنبال خیال پردازی های نامعقول و بد عاقبت نرود. قاطعیت در براندازی همان قدر لازم است که طرح درست و معقول برای تحقق و تداوم جدایی. البته برخی هم هستند که از لایسیته به بند کشیدن روحانیان را می‌طلبند تا این گروه باز به فکر حکومت نیفتند. ولی در بند کردن یک گروه اجتماعی در حد روحانیت که دارای کارکردی روشن و ثابت است معنای درستی ندارد. یا خود این گروه امکان خواهد داشت تا نقش اجتماعیش را به درستی بازی کند که استقلالش از اقتدار سیاسی شرط مهم این کار است، یا اینکه در پی ممانعت از فعالیت روحانیت کارکردش بر عهده کسانی خواهد افتاد که صلاحیتشان از روحانیان برای این کار کمتر است و به دلیل اینکه توجه همه به محدود کردن گروه اخیر معطوف گشته به طریقی نامنضبط و حتی خطرناک به انجام آن اقدام خواهند نمود. دست فروش های تقدس بسیارند، به هر جا مشتری باشد بساط خود را به سرعت می گسترند و کارشان از هر آخوندی بی حساب و کتاب تر است. یک دو دست فروش های تقدس بسیارند و هر جا مشتری باشد بساط خود را به سرعت می گسترند و کارشان از هر روزخانی بی حساب و کتاب تر است. جدایی درست آنی است که راه را بر سودای حکومتگری روحانیان و نیز سوء استفاده سیاست از مذهب ببندد، به طریقی بنیادی و منطقی، نه صرفا به اتکای زور، ولی دست روحانیت را در اداره مذهب باز بگذارد.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با استقلال ترس از این است که روحانیان آزاد خواهند بود تا هرچه میخواهند بگویند و مردم هم به دلیل مذهبی بودن گوش به فرمان روحانیان خواهند داد و مملکت را به آشوب خواهند کشید. باید تذکر داد که در اینجا ترس واقعی از مردم است نه از روحانیان. کسانی که چنین دورنمایی را به دیگران عرضه می نمایند آنها را از مذهبی بودن، خوافی بودن و ساده لوحی مردم ایران یا به عبارتی عوام ایران می ترسانند و به این ترتیب خدمت بزرگی هم به خواستاران اختلاط چه اسلامگرا و چه غیر از آن می کنند. این ترس از عوام ارتباط خاصی به کار مذهب و روحانیت ندارد و اصلا از قماش دیگری است. مخالفت با استقلال روحانیان یکی از وجوه جنبی این ترس است و چه اصلیش در حقیقت مخالفت با دموکراسی است، چون در دموکراسی قرار است همان عوامی که این صفات نامطلوب بدانها نسبت داده می شود اختیار امور را به دست بگیرند. اگر اعتقاد نداشته باشیم که ایرانی نوعی فهم تشخیص مصلحت خود و مملکتش را دارد و می تواند تابع قانون معقول زندگی کند، به عبارت دیگر صاحب شعور و وجدان است، اصلا دلیل ندارد دنبال دموکراسی برویم. حکایت مذهب زدگی عوام فقط یکی از توجیهات این امر است. حراس تجربه تراژیک سال 57 نیز هنوز بر خاطر مردم ایران سنگینی می کند و متاسفانه در تحلیل موقعیت امروز و ترسیم تصویر آینده اخلال می نماید. خیال این که استقلال روحانیت دستش را برای حمله ور شدن به قدرت سیاسی باز خواهد گذاشت، این ترس را در دل بسیاری نوم می کند. در اینجا هم باید نکته را یادآوری کرد. قدرت گیری خمینی در سال 57 بیشتر ثمره وابستگی دین و دولت بود تا استقلال روحانیان. بخش آخر دوران آریامهری از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی یکی از دوره‌هایی است که روحانیان بسیار تحت نفوذ دولت بودند و مطابق خواست قدرت سیاسی عمل می‌کردند و البته در مقابل از الطاف همایونی نیز بهره‌مند می‌گشتند. آنچه به خمینی فرصت داد تا بر قدرت سیاسی چنگ بیندازد استقلال خودش نبود که به قیمت مخالفت با دستگاه سیاسی نصیبش گشته بود و مخالفان را نیز به گرد وی جمع کرده بود. اتکای نظام آریامهری به مذهب بود برای کسب مشروعیت. آزادی عمل خمینی تا اندازه ای از بیرون بودن خودش از حوزه اقتدار دستگاه دولت ایران حاصل می گشت و بیش از آن از مجال گسترده ای که همین دستگاه برای روحانیت و گفتارهای اسلامی و اسلامگرا که در آن زمان هم تفاوتشان معلوم نبود باز گذاشته بود. آن نظام از مذهب برای تحکیم موقعیت خود و کوبیدن مخالفان استفاده می برد و به خطا تصور می کرد که در قبال پرداخت انواع کمک به روحانیان از آنها خدماتی را که می خواهد می گیرد و بس. خدشه ای را که این معامله به استقلال خودش وارد می کرد نمی دید، چون در موضع قدرت بود و این وضعیت را تغییرناپذیر تصور می کرد. این وابستگی باعث کردید که طی انقلاب حکومت شاه نه بتواند تکلیف خود را با روحانیان روشن سازد و معلوم کند که دشمنشان می‌دارد یا متحدشان محسوب می‌کند و نه اینکه بتواند در مقابل حملاتی که از سوی روحانیان و در قالب گفتار مذهبی به وی شد و از حد و یک دو و نه اینکه بتواند در مقابل حملاتی که از سوی روحانیان و در قالب گفتار مذهبی به وی میشد و از حد محافظه‌کاری سنتی فراتر رفته بود و انقلابی شده بود واکنش درستی نشان بدهد. در آن دوران دو اقتدار مذهبی به امارات چند قطبی و سیاسی به صورت متمرکز در یک نفر به هم اتکا داشت و انقلاب اسلامی از این پیوند زاده شد نه از استقلال و زورمندی روحانیان. قدرتی که در اختیار روحانیت قرار گرفت از مخالفت مردم با دستگاه فاسد استبداد سلطنتی برمیخواست نه از عشق به مذهب و آرزوی زندگی زیر حکم آخوند. آنچه باعث شد تا این نیرو در نهایت به حساب خمینی ریخته شود مجال عملی بود که روحانیان به دلیل نزدیکیشان به حکومت داشتند و دیگران نه. در مقابل کل این سخنانی که آمد باید گفت که طلب کردن ذلت دیگران نه فقط ناشایسته است بلکه در نهایت دامنگیر خود ما خواهد شد. گروه های عمده اجتماعی را با سیاست درست منضبط می کنند نه با زور پلیس، با منتظم کردن و آزاد گذاشتن آنها در انجام کارکردشان.
در این شرایط اگر کسی از آزادی افراد و گروه ها می هراسد، اصلا نباید پا در راه آزادی خواهی بگذارد و در نهایت اینکه جلوگیری از تجربیات یک دو و در نهایت اینکه جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته با ابراز واکنش دیروقتی که به موقع نشان نداده ایم ممکن نمی گردد. با تحلیل درست و با عمل کردن به اقتضای شرایط موجود صورت می پذیرد. باید آینده مملکت را در نظر گرفت و از خود دوراندیشی نشان داد. این مصیبتی که ما میکشیم و هنوز ختم نشده از وابستگی دو اقتدار سیاسی و مذهبی به هم است و کشیده نشدن مرز معقول بین آنها. چاره کار ادامه این وضعیت با تغییر تعادل قدرت نیست، ختم کردن آن است به طور روشن و قاطع. هر معضل بزرگ تاریخی یک فرصت بزرگ تاریخی نیز هست، زیرا جستن چارش افق نوینی را در برابر ما میگشاید و توانمان را برای پیشرفت نو میکند. اینکه از فاجعه حکومت اسلامی راهی به سوی بهتر شدن باز کنیم یا اینکه فقط سرفکنده به گذشته بازگردیم به اراده و آرمانگرایی خودمان بستگی دارد. در پایان باز هم نکته ای را که در ابتدای کتاب ذکر کردم متذکر می شدم. آنچه آمد نه برای راضی کردن اسلامگرایان به ترک مسالمت آمیز قدرت نوشته شده. نه محض القای شبهه به دیگران که چنین کاری ممکن است. تمامی این سخنان مربوط است به بعد از براندازی. برای رسیدن به این مرحله میباید اول نظام حاضر را ساقط کرد و بعد در پی ساختن نظام نوین رفت. براندازی شرط لازم جدایی است و خواست جدایی شرط موفقیت در براندازی.